هزار و یک شب. چون شب 722 برآمد، گفت ای ملک جوان، ملک زاده گفت به قربت من رحمت آور. عجوز گفت ای فرزند، به خدا سوگند دل من از این سخنان تو پاره پاره می شود، ولیکن حیلتی در این کار ندارم. ملک زاده گفت تمنای من از تو این است که ورقه ای از من به سوی او برسانی و به جای من دست او را ببوسی. عجوز را دل بر وی بسوخت. به او گفت هرچه می خواهی بنویس تا من ورقه ای به وی برسانم. چون ملک زاده این سخن بشنید، از فرح پریدن گرفت و دوات و کاغذ خواسته این ابیات بنوشت: ای دل شده مبتلای عشقت، تا چند کشم بلای عشقت. جان و دل و عقل و دین به یک بار، در باختم از برای عشقت. در عشق تو دل ز دست دادم، بر خویش در بلا گشادم. چون از نوشتن کتاب فارغ شد، کتاب فرو پیچیده به عجوز داد و دست به صندوق برده، بدره دیگر که 100 دینار زر در او بود به در آورده به عجوز داد و به او گفت این زرها به کنیزکان بخش کن. عجوز بدره نگرفت و گفت ای فرزند، میل من از بحر زر و مال نیست. ملک زاده گفت ناچار باید بدره بگیری. آنگاه عجوز بدره بگرفت و دست او را بوسیده بازگشت و به نزد ملکه در آمد و به او گفت ای خاتون، متاعی آوردم که در شهر چنان متاع یافت نشود و آن متاع از جوانی است نکوروی که در روی زمین از او نکوتر کسی نیست. دختر ملک پرسی ای دایه، این جوان از کجاست؟ عجوز جواب داد از نواحی هند است. این حله زرین تراز مرصع از نزد او آورده ام. چون حله بکشود، قصر از پرتو آن حله روشن شد و هر که به قصر اندر بود از حسن صنعت آن حله و از آن گوهرهایی که در آن حله به کار برده بودند خیره ماندند و دختر ملک در آن حله تأمل کرده قیمت او را بیش از 1 سال خراج پدر یافت. از عجوز پرسی آیا این حله از آن جوان است یا از دیگری؟ عجوز جواب داد این حله از نزد آن جوان بدی و جمال آوردم. دختر ملک پرسی ای دایه، این بازرگان از این شهر است یا غریب است؟ عجوز جواب داد ای خاتون، غریب است و 1 چندی است بدین شهر آمده. و ای خاتون، به خدا سوگند او جوانی است ماه روی و سرو قامت و بهشتی خوی که من از او نیکوتر کسی ندیدم مگر تو را. دختر ملک جواب داد این کاریست عجب. این حله که قیمت ندارد چگونه مال یکی از بازرگانان خواهد بود؟ ای دایه، بازگو که قیمت این حله چند گفته؟ عجوز گفت ای خاتون، به خدا سوگند او قیمت حله به من نگفت و به من گفت من از بحر این متاع مختصر قیمت نگیرم و این از من به دختر ملک هدیتی است که این حله جز او کسی را نشاید و زرهایی که تو با من فرستاده بودی نگرفت و سوگند یاد کرد که قیمت نگیرد و با من گفت اگر دختر ملک او را قبول نکند این حله از آن تو باشد. دختر ملک گفت به خدا سوگند این سخاوتی است بزرگ و کرمی است بی اندازه. من از عاقبت این کار بیم دارم که خوب نباشد. ای دایه، چرا از او نپرسیدی که اگر حاجتی داشته باشد روا کنی؟ دایه گفت
ای خاتون پرسیدم و گفتم چه حاجت داری؟ گفت حاجتی دارم و مرا بر آن حاجت آگاه نکرد مگر اینکه این ورقه به من بداد و گفت این را به ملکه برسان. دختر ملک ورقه گرفته بکشود و بخواند. حالتش دگرگون گشت و گونه‌اش زرد شد و گفت ای دایه این پلیدک به کدام جرأت این سخنان به دختران ملوک نوشته؟ در میان من و این سگ چه نسبت است که او با من مکاتبه می کند؟ به خدا سوگند اگر من از خدا هراس نمی کردم به سوی او فرستاده می فرمودم که بازوانش ببندند و گوش و دماغ او ببرند و بعد از آن در میان سوق بردارش کنند. چون عجوز این سخنان بشنید گونهش زرد شد و اندامش به لرزه در آمد و یارای سخن گفتنش نماند. پس از آن دل قوی داشته گفت ای خاتون مگر در ورقه چه بود که تو را بدین سان دیگرگون کرد؟ گفت ای دایه در ورقه شعرها نوشته و سخنان زشت گفته ولیکن این پلیدک از سه حالت بدر نیست. یا دیوانه است و هلاک خیشتن همی طلبد و یا اینکه در رسیدن مراد خود از من به خداوند قدرتی و پادشاهی توسل کرده و یا اینکه شنیده است که من از روسپیان این شهرم که در نزد هر کسی یک شب یا دو شب به سر میبرم که این اشعار به من نوشته. عجوز گفت ای خاتون به خدا سوگند راست میگویی ولیکن به این پلیدک نادان اعتنا مکن که تو در قصر خود نشسته ای و پرنده بدین قصر نتواند پری. تو اکنون کتابی بر او بنویس و او را ملامت کن و او را از کشته شدن بترسان و به او بگو تو مرا از کجا می شناسی که با من مکاتبه می کنی. ای پست ترین بازرگانان، ای آنکه از بحر درم و دینار پیوسته کوه و هامون همی نوردی، به خدا سوگند اگر از خواب بیدار نشوی و از مستی هوشیار نگردی تو را در سو بردار کنم. دختر ملک گفت ای دایه بیم از آن دارم که اگر من به او چیزی نویسم در من طمع کند. عجوز گفت او چه رتبت دارد و قدر و منزلت او چیست که در تو طمع کند؟ نوشتن تو از بحر آن است که او به هراس اندر شود و طمع از تو ببرد. القصه عجوز حیلت همی کرد تا دختر ملک دوات و کاغذ خواست و این ابیات بنوشت. ای هرز درای باد پیما و ای شیفت رای بی سر و پا، از خیل کب و تو را چه نام است که اندر سرت این خیال خام است؟ زین کوی بلا که ره به در نیست، برگرد که جز ره خطر نیست. این راه نکرد هیچ کس طی، کس زنده برون نرفت از این هی. آنگاه کتاب فرو پیچیده به عجوز داد. عجوز کتاب گرفته به سوی دکان روان شد. چون به دکان رسید کتاب به ملک زاده داد. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. قصه گو شهرزاد فتوحی، تنظیم مجتبی میرسمیعی.